ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. به گزارش خبرگزاری ها، اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری درباره برنامه اتمی رژیم ایران گفت: من قبلا گفتم و تکرار می کنم که ما نمی خواهیم رژیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. این نه تنها برای ما و متحدینمان خطرناک خواهد بود، بلکه تمامی منطقه را بی ثبات می کند و یک مسابقه تسلیحات اتمی به جریان می اندازد. من همه گزینه ها من جمله گزینه نظامی را روی میز گذاشتم تا مطمئن شوم که به این هدف برسیم. Make a couple of points. Number one, I've said before and I will repeat. We do not want Iran having nuclear weapons. And it would be not only dangerous to us and our allies, but it would be destabilizing to the entire region and could trigger a nuclear arms race that would make life much more dangerous for all of us. رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس خبری یک بار دیگر بر استمرار تحریم‌های بین‌المللی رژیم آخوندی تأکید کرد و گفت: ما فقط می‌خواهیم که کاهش خیلی جزئی در تحریم‌هایی که برقرار کرده ایم داشته باشیم، اما مهم این است که ما اساس تحریم‌ها را به ویژه تحریم نفتی و تحریم‌هایی که به امور مالی و بانکی راه می‌برد که مؤثرترین و تأثیرگذارترین تحریم‌ها در اقتصاد رژیم ایران بوده بر جای می‌گذاریم. اوباما افزود: ما می‌خواهیم به کشورهای 5+1 این فرصت را بدهیم که رژیم ایران را تست کنند که تا چه حد در رابطه با مذاکرات جدی است و ظن این کشورها را نسبت به اینکه رژیم می‌خواهد سلاح اتمی تولید کند برطرف کنیم، و اگر بعد از 6 ماه ببینیم که رژیم ایران جدی نیست، باز همان تحریم ها را برقرار میکنیم. And what that gives us is the opportunity to test how serious are they, but it also gives us an assurance that if it turns out 6 months from now that they're not serious, we can dial those sanctions right back up. سناتور جان مکین از رهبران سنای آمریکا از انجام هر گونه توافقی با رژیم ایران در زمینه اتمی ابراز نگرانی کرد و گفت: من هیچ وقت به این اندازه در مورد پارامترهای این توافق نگران نبودم. سناتور مکین سیاست اوباما و دولت وی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: از دولت اوباما و به خصوص از جان کری وزیر خارجه در موضوع مذاکرات اتمی با رژیم ایران بسیار مایوس شدم. سناتور میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان سنای آمریکا میگوید: ما باید تحریم ها علیه رژیم ایران را افزایش بدهیم. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رهبر جمهوری خواهان سنای آمریکا تاکید کرد: متحدان سنی عرب ما نیز فکر میکنند توافق با رژیم ایران یک توافق بد و نامطلوب است. اگر از زاویه منافع آمریکا هم نگاه کنیم، این یک توافق بد می باشد. خبرگزاری رویتر به نقل از برخی از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا گزارش نمود که به رغم جریان مذاکرات هسته‌ای میان رژیم ایران و کشورهای 5+1، این اتحادیه قصد دارد به مسدود کردن اموال 7 شرکت وابسته به رژیم ایران ادامه دهد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیشتر حکم به لغو این تحریم داده بود. حکم مسدود کردن اموال شامل شرکت‌هایی مثل شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گودلاکین، بانک ملت، بانک تجارت، بانک توسعه صادرات، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و بانک رفاه می‌شود. کره جنوبی واردات نفت خام خود را از ایران در ماه نوامبر 15% کاهش داد. رویتر در گزارشی در این باره نوشت: نفت خام وارداتی کره جنوبی از ایران در ماه نوامبر 15% نسبت به ماه اکتبر کاهش نشان می‌دهد. رویتر افزود: این نتیجه تحریم‌های نفتی برقرار شده بر صادرات نفت رژیم ایران است. کره جنوبی در ماه گذشته کمی بیشتر از 99,000 بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که کمتر از 25% نسبت به ماه گذشته و 50% نسبت به همین ماه در سال گذشته بوده است.
آخوند صدیقی امام جمعه رژیم در تهران با سوز و گداز از برملا شدن فریبکاری رژیم در مذاکرات اتمی، مذاکره برای مذاکره و زمان خریدن برای آخوندها را هم استراتژی هم تاکتیک عنوان کرد. نکته بعدی مسئله مذاکره تیم ایرانی بود با 5+1 در ژنو که ایران بر اساس اعتبار مدنی، اعتبار فرهنگی، اعتبار اخلاقی، اعتبار دینی که دارد فضایی رو که در دنیا مطالبه می کند فضای گفتگوست، فضای مذاکره است، فضای اتمام حجت است، فضای عقلانیت است. این هم برای ما استراتژی است و هم تاکتیک است. و نکته ای رو که باید توجه داشت، اونها مثل همیشه فرافکنی میکنن، اعلام کردن که گروه ایرانی در این امر با ما کنار نیامد. این از اون دروغ‌های واضحه. اونا برخلاف صحبت‌های قبلی عمل کردن. هنوز هم باز هم با سعی صدر زمینه وجود دارد. حشمت الله فلاحت‌پیشه عضو سابق مجلس ارتجاع به موضع قاطع فرانسه در مذاکرات شکست خورده ژنو واکنش نشان داد و گفت فرانسه مشخصاً با ارتباطاتی که با برخی گروه‌ها مانند مجاهدین دارد از فضای روانی که این گروهک‌ها علیه نظام ایجاد می‌کنند متأثر است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال جاری کاهش خواهد یافت. بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران 1.5% کاهش می‌یابد. نرخ تورم نیز در سال جاری میلادی 42.3% خواهد بود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است صادرات نفت ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها کماکان کاهش یافته است و انتظار می‌رود طی سال آینده نیز سطح صادرات این کشور پایین بماند. اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه دست به پیشروی زدند و قسمتی از منطقه استراتژیک تپه شیخ یوسف در نزدیکی فرودگاه بین المللی حلب را تسخیر کردند. کمیته های هماهنگی انقلاب سوریه اعلام کردند انقلابیون سوری در حلب دست کم 93 تن از نظامیان و نیروهای اسد را از پای درآوردند و 11 تن از عناصر حزب الشیطان و پاسداران رژیم ایران را به اسارت گرفتند. للاسف الذي يقتحم الان هو جيش حزب الله و جيش ابو الفضل العباس وما شابه ومن ايران طبعا والحمد لله لقد اخذنا جزء كبير من التله وميمنت التلة الحمد لله رب العالمين وقتلنا عدد كبير منهم وأسر منهم وعن عما قريب سوف نبث لكم صور والمشاهد الذي از سوی دیگر یکانهای ارتش آزادی سوریه با موشکهای زمین به زمین مواضع نظامیان بشار اسد و شبه نظامیان عراقی وابسته به مالکی در لشکر ضد ابوالفضل و حزب الشیطان و پاسداران رژیم آخوندی را در فرودگاه بین‌المللی حلب هدف قرار دادند. به گفته منابع اپوزیسیون در جریان این عملیات یک انبار مهمات منهدم و تعدادی از هواپیماهای موجود در فرودگاه به آتش کشیده شد. این گزارش حاکی است ده ها تن از نظامیان و شبه نظامیان حامی اسد از پای در آمده یا زخمی شدند. في مطار حلب الدولي دمر مستودع للذخيرة واحترقت عدة طائرات وقتل وجرح العشرات في شبه النظام إثر القصف الصاروخي هذا كما تقول كتائب المعارضة حشد النظام. بآخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. حسن نصرالله سرکرده حزب الشیطان بر ادامه حمایت خود از دیکتاتور سوریه برای جنگیدن علیه مردم و ارتش آزادی سوریه تأکید کرد. تلویزیون العربیه نیز گفت این نخستین بار است که حسن نصرالله اذعان می‌کند پا
پشتیبانی و نیروهای ضربت او بودند که اسد را حفظ کردند. همزمان سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و رهبر جریان المستقبل این کشور اظهارات سرکرده حزب شیطان را محکوم کرد و گفت این ننگاور است که حسن نصرالله از مراسم روز عاشورا برای اعلام حمایت از یک رژیم ظالم و دیکتاتور علیه مردم مظلوم سوریه با تکیه بر پول و سلاح رژیم ایران استفاده کرده است. وی افزود نصرالله و حزبش نمی توانند شرایط را برای مشارکت سیاسی در لبنان تحمیل کنند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان می رسد. تا بخش بعدی خبر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.